یا های رئیس جمهوری شش کلاسه تقصیر من نیست اسرائیل رسما برنامه ترور فرمانده سپاه قدس را کلید زد خاری و ذلت سپاه تمامی ندارد ابعاد جدیدی از حادثه رو بوده شدن دختر ایرانی در کانادا توسط مزدوران رژیم به کیوسک خوش آمدید لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاس گذاریم. های رئیس جمهوری شش کلاسه تقصیر من نیست در حالی که انتقادها از تورم افسار گسیخته در ایران به حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی نیز رسیده است رئیس جمهور ایران از اقدامات دولت خود در این زمینه دفاع کرد و گرانی ها را به دولت حسن روحانی نسبت داد. رئیسی روز جمعه 26 فروردین در دیدار با هنرمندان گفت چهار سال تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. رئیسی مدعی شد دولت او ظرف هشت ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورم گذشته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در های آتی کمتر و کمتر خواهد شد. رئیس جمهور حکومت ایران تورم را در کشور ساختاری دانست و گفت کسی حق ندارد از تورم ساختاری موجود برای تأمین اقراض شخصی یا گروهی سوء استفاده کند. رئیسی دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشت دولت در هشت ماه گذشته دانست و گفت چهار سال تورم بالای چهل درصد و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر به قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف آسیب های جدی زده است و فوری ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در نشست هیئت دولت از افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر ابراز نارضایتی کرد و به دستگاه های نظارتی دستور داد تا پشت پرده این گرانی ها را بررسی و عوامل آن را شناسایی کنند این سخنان باستاب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت و شماری از موافقان و منتقدان رئیسی سیاست های دولت را عامل افزایش قیمت‌ها اعلام کردند در یکی از سریح ترین انتقادها به سخنان رئیس جمهور ایران روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت آقای رئیسی گرانی پشت پرده ندارد هرچه هست آن را در مدیریت همکارانتان و در دولت جستجو کنید اسرائیل رسما برنامه ترور فرمانده سپاه قدس را کلید زد خاری و ذلت سپاه تمامی ندارد ساعتی پس از سخنان تهدیدآمیز قانی علیه اسرائیل یگانهای ضد موشکی سپاه قدس در سوریه منهدم شدند آواتوده اعلام کرد که حمله موشکی و هوایی مهیبی علیه پایگاه نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران در حومه غربی دمشق انجام شد که صدای انفجار آن پایتخت سوریه را لرزاند تلویزیون دولتی حکومت بشار اسد این حملات را تایید کرده ولی تا کنون سپاه پاسداران همانند موارد قبلی سکوت کرده است یک فرمانده ارشد موساد هم در پیام توییتری به قانی هشدار داد که دنبال سوراخ بگرد چون کلید ترور او بعد از سخنرانی نفرت انگیزش زده شده. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنجشنبه 25 پنج فروردین گفت جمهوری اسلامی ایران از کسانی که علیه اسرائیل مبارزه می کنند پشتیبانی کرده و این حمایت همچنان ادامه دارد. اسماعیل قانی با تقدیر از فلسطینیانی که عوامل درگیری های, هفته های اخیر در داخل اسرائیل بودند، کشتن نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی را عملیات قهرمانانه نامید. به گزارش خبرگزاری های ایران اسماعیل قانی در مراسم نخستین سالگرد فوت محمد حجازی از فرماندهان ارشد سپاه در مورد دور تازه بحران بین اسرائیل و فلسطینیان گفت جوانان فلسطینی با اقدامات با صلابت خود باعث شدند که تمامی سیستم رژیم اسرائیل به هم بریزد و ارکان این رژیم به لرزه درآید چهارده تن از کشته شدگان غیر نظامیان و نظامیان اسرائیلی بودند که در چهار حمله در شهرهای مختلف این کشور با سلاح گرم و سرد فلسطینیان کشته شدند. ما به رژیم اشغالگر سهیونیستی گفتیم از مب... علیه این رژیم جنایتکار مبارزه کند پشتیبانی می کنیم و این پشتیبانی همچنان ادامه دارد اینها این, این جوانهایی که امروز در فلسطین دارند این جور عملیات می اینها سرمایه‌های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل چهار و پنج هستند که این جور های قهرمانانه و فداکارانه دارن انجام میدن که تمام سیستم رژیم رو به هم ریختن شما میدونین اخبار رو دنبال میکنین دوستان ما که گزارش میکردن از منطقه چند ساعت این جوان تو این سرزمین سر تا سر پلیسی حرکت میکرد و از ساعت تقریبا نه شب نیم شب که عملیات شروع شد تا نماز صبح این جوان رو سیستم پلیسی پیچیده رژیم سهیونیستی نتونست پیداش کنه تا این که این جوان برای نماز صبحش رفت در مسجد یافا و اونجا بهش مشکوک شدن اما تسلیم نکرد خودش رو بعد از نماز مردانه باز جنگی تا شهید شد یک نفر از این جوانها ها تمام ارکان رژیم صهیونیستی رو میل بعد اینها سر صدا بلند میکنن میخوان با ایران اسلامی به کوچکتر از آنند که اینها خواسته باشند با این نظام الهی کرد. حمله اسرائیل به یکی از مهمترین پایگاه های سپاه قدس در دمشق تنها چند ساعت پس از سخنان اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس علیه اسرائیل حاوی این پیام است که برتری اطلاعاتی و نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست بر اساس این گزارش در این حمله ها سامانه های ضد هوایی و راداری و مرکز پهپادهای جمهوری اسلامی ایران در حومه شهر دمشق هدف قرار گرفتند در حمله های موشکی اخیر هیچ کس کشته یا مجروح نشد اما خسارت های مالی در پی داشت این گزارش می اسرائیل روز پنجشنبه 25 پنج فروردین چند نقطه در حومه غربی شهر دمشق را هدف حمله های موشکی خود قرار داد که مواضع جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شد. این دومین حمله به اهداف ایران در سوریه در هفته اخیر بود. روز شنبه 20 فروردین نیز خبرگزاری دولتی سوریه از حمله اسرائیل به مواضع این کشور در استان حما خبر داد و اعلام کرد تعدادی از موشک ها منهدم شدند در آن حمله نیز مرکز تحقیق و توسعه موشک های میانبرد سپاه در سوریه هدف قرار گرفت و دو فرمانده سپاه کشته شدند و با آنکه برخی از مقام های سابق اسرائیل به سراحت از انجام صدها عملیات علیه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته آن سخن گفتند این کشور به ندرت مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات اسرائیل و عدم پاسخ سپاه گفته بود اگر ملاحظاتی میکنیم ملاحظات ماست نه از قدرت شماست ما دارای فهم انقلابی هستیم و میدانیم که کی و کجا با شما برخورد کنیم ما ملاحظات انسانی داریم و مثل شما نیستیم ابعاد جدیدی از حادثه ربوده شدن دختر ایرانی در کانادا توسط مزدوران رژیم به دنبال ربوده شدن یک زن ایرانی تبار در کانادا توسط افراد ناشناسی که خود را ماموران پلیس جا زدند پلیس این کشور مرحله جدیدی از تحقیقات را آغاز کرده است به گزارش روزنامه گاردین سه مرد مسلح در یک شب زمستانی به محل سکونت الناز حاج تعمیری در حومه شهری در استان اونتاریو مراجعه کرده و او را با خود بردند بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه شنبه منتشر شد از تاریخ روبوده شدن او در دوازده ژانویه گذشته تا کنون هیچ اطلاعی از این زن 37 ساله در دسترس نیست. ماموران پلیس همچنین موفق نشدند اطلاعاتی به دست آورند که به شناسایی روبایندگان یا پیدا کردن خودروی شاسی بلند لکسوس سفید رنگی که آنها استفاده کردند بیانجامد. به گفته مارتین گراهام بازرس جنایی پلیس اونتاریو تا کنون هیچ گونه درخواست پولی در اعضای آزادی خانم هاچ تعمیری مطرح نشده و انگیزه آدم رو بایان هنوز مشخص نیست وی میگوید بزرگترین امیدواریش این است که الناز هنوز زنده باشد و بزرگترین ترسش این است که زنده نباشد بر اساس این گزارش پلیس کانادا گام ای را برداشته است و با جامعه ایرانی های ساکن تورنتو و مونترال نیز ارتباط برقرار کرده تا دامنه ای تحقیقات را گسترش دهد. الناز حاج تعمیری در ماه دسامبر 2021 حدود دو هفته قبل از آن که روبوده شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گمان می رود هر دو مورد با هم ارتباط داشته باشند. خانواده حاج تعمیری با انتشار عکس‌های الناز از مردم خواستند به تحقیقات پلیس برای یافتن او کمک کنند.